صد اونجا داره؟ عالی. به به، ماشاءالله. حال من چطوره؟ عالی. خدا رو شکر. حال خانمانی تو خونه؟ عالی. خیلی هم قشنگ. بر حسب همین روزهای دهه فجر و شبهای دهه فجر که داریم قطعات سرودهای زمان انقلاب رو با هم دیگه به همین شکل از جنس خودمون مرور میکنیم، این قطعه برای همه آشناست، خیلی هم معروفه، که بوی گل سوسن و یاسمن آمد، یا دیو چو بیرون رود فرشته درد. این با این عنوان و با این جمله و شعر میشناسیمش و مربوط میشه به آهنگسازی و شاعری آقای محمدعلی ابراویز که مرحوم هم شدن، روحشون شاد باشه. و ایشون یه ویژگی داشتن، از شعارهایی که اون موقع مردم میدادن و توی تظاهرات این شعارها داده میشد و گفته میشد، موسیقیشون رو میساختن و اون شعارها رو توی موسیقیشون استفاده میکردن. و این ویژگی این قطعه اینه که با حداقل سازها و با گروه بزرگ خواننده ها و کور اتفاق افتاده، با سنج و طبل فقط این قطعه اجرا شده. خب عرض کنم خدمتون که آقا شما یا خانم، شما دیدین وارد یک جمعی میشین که برای اولین بار رفتین و اون جمع شما نمیشناسینشون، چه گرفتاری آدم دوچار میشه. وارد یه جمع میشه که فقط تنهای بقیه، همه هم دیگر میشناسن، همه هم با هم خیلی رفیقن. بعد هی مثلا میشینه اینا با همه سلام علیکم کردین تموم شده، یا میبینه اونا شروع میکنن با هم دیگه خاطره گفتن. خاطره گفتن این نصف نیمه که تو ازش هیچی سر در نمیاری، بعد قش 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 هم میخندن، بعد از یه جا به بعد کد و اینا میشه، مثلا میگه خشایار تو فاله چه، همه قش 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 15 نفری با هم ریسه میرن. بعد این خدایا این آخه تا کجا ادامه داره؟ بعد چه خب یه چیزی بگی منم بفهمم دیگه، منم باهاتون همراه بشم، اصلا انگار نه انگار. بعد حالا مثلا صافونه چای میاره، چای رو که به همه میده، تو میگی خدا رو شکر فکرام دیگه تموم شده، الان همه با هم چای میخوریم گپ میزنیم، باز دوباره ادامه میدن. و این به نظرم خیلی بیمهریه و بیانصافیه. واقعا چند روز پیش یک حدیثی از حضرت علی که بهترین سلامهای خدا بر او باد رو میخوندم و این بود که هر تازه واردی دچار سرگشتگی میشه، پس با سخن گفتن به او انبساط خاطر براش ایجاد بکنید. واقعا درستم هست، یعنی کسی که تازه وارده رو بهتر باش حرف بزنیم، باش معاشرت کنیم، اونم احساس آرامش بکنه و با ما رفیق بشه و بعد حالا یه خاطره های مشترک بذاریم. خاطره هایی که مال خودمونه و اون طفلکی نمیدونه رو بذاریم بعدن. و این یه چیز بدم داره ها، این که اون جمع یا اصولا هممون هم دوچار این میشیم، گارد می‌بندیم، اجازه نمیدیم که کسی تازه وارد بیاد تو جمعمون، بیرون نگهش می‌داریم و این خوب نیست. در روحیه ما ایرونیا اصلا اینجوری نیست، ولی متاسفانه خیلی وقتا دیده میشه. خب آقای شاه حسینی، کارت شماراتون بیاریم بالا لطفا، جایزه بدیم. آماده؟ 1 2 3. 95. علی قجبگ از فریدن اصفهان. اصفهان، به به، خیلی خوش اومدید. زنده باشید. بفرمایید یه عدد رو انتخاب کنین. 14 انتخاب. 14. شماره 76. سلام، ستاری هستم از استان تهران. بله. عدد 13. 13. تا حالا تئاتر رفتین ببینین؟ نه. نه. خب با 4 نفر از همراهاتون، یعنی میشین 5 نفر، مهمون خندوانه، راهنمایی هم میکنیم. ممنون. که چی بریم ببینین که بهتون خوش بگذره. تشکر. آره ایشالا بهتون خیلی خوش بگذره. مخلصیم. 82. با سلام، نرگس عبداللهی از شهرستان فریدن استان اصفهان. بله. شماره 5. 5.
فضل‌الله ممشلو. از گلستان. فریدن اصفهان. نه، استان گلستان. بفرمایید. عدد 8. عدد 8. خب، 1 2 3. این بار خندوانه خیلی عزیزه و خیلی دوست داشتنیه. اسمش پژمانه ولی جمشیدی نیست. فوتبال بازی میکنه ولی پژمان جمشیدی نیست. بازیگری میکنه ولی پژمان جمشیدی نیست. و قبلا به خندوانه اومده ولی پژمان جمشیدی نیست. بذار نگم. به افتخارش. چی میگی؟ من یه چیز نیست، لباهنگ نیست. نه آقا تموم شد. چون ما هر دفعه میام خندمون لباهنگه. نه تو چی میگی هر دفعه میام خندمون لباهنگه؟ نه اصلا میگم لباهنگ من دعوا نکردم. نه قربونت برم. بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام علیکم احوالشو. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. جان؟ اینجا؟ بفرمایید. خواهش بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خواهش می‌کنم. یار بعد بخوام. آره فکر کنم بعد بخوام. بفرمایید. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. قربون شما. چه خبر؟ خیلی خبر. خوب تعریف کن. خوبه، همه چی خوبه. خدا رو شکر. شما ایمنی رعایت میکنید؟ برای اینا بله. چیزن سردن. آها. خب پس این توضیح رو بدین. میتونی بگی دستت بگی توش. به کی بدیم؟ نه به بیننده ها یه توضیح بدین که هم ایمنی رعایت میکنید. آها، یه وقت مثلا ممکنه دوچار اشتباه بشن از اون داغاش بردن تو خونه روشن. بله. نه اینا فشفشه های سرده و آسیبی نمیزنه. داغ نیست. بله. چه خبر؟ خیلی خبر. تعریف کنین. خیلی فیلم بازی کردم. ماشاءالله. یه عالمه سریال. سریال. آره نمیدونم چرا پخش میشه. راست میگی. من می‌خواستم بگم تو چرا دیگه سریال بازی نمی‌کنی؟ چرا من یه سریال کار کردم به اسم بیقرار که 2 سال پیش کار کردم، من پخش نشده. یه سریال دارم که احتمالاً از 24 بهمن به اسم روزهای بیقراری پخش میشه. یه سریال دیگه دارم بازی میکنم کار آقای کریمی، یه سریال کار آقای سعید سلطانی. 6 تا فیلم. بعضی شبا میخوابم وقت بکنم. ماشاءالله. آره. چقدر سریال. بعد یه فیلم کار کردیم به اسم توچال تو ایسکا هفت توچال تو ارتفاعات. سرمای واقعی. نه سرماش خیلی عجیب نیست. اونجا یه مقدار فشار هوا اکسیژن کمه. یعنی از اینجا تا اونجا میری 3 بار باید وایسی. نه بابا. والا. چه جوری شد؟ واقعا بگو سختیشو تعریف کن. ببین اولا که اونجا خب پزشک مقیم داره، قبل از اینکه شما برید چکاپ میکنن شما رو، اگه اکسیژن لازم داشته باشین حتما ماسک اکسیژن بهتون میزنن. و اینکه به هر حال خیلی سخته، یعنی اونجا حالا برای یک روز تفریح میارزه آدم بره ببینه، جذاب زیباست، ولی برای موندن معمولا هر 3-4 روز یه بار باید برگردیم پایین. بله. شما این کار میکردیم؟ بله. همه گروه میبدیم پایین؟ نه خب حالا گروه های دیگه که مثلا صحنه و لباس و فیلم برداری اینا که تعدادشون زیاد بود شیفتی بچه ها عوض میکردن میمدن پایین. حالا مثلا بازیگر رو 2 روز میموندن، 1 روز میمدن پایین، 3 روز میموندن میادن پایین. کارگردان چی میکرد؟ کارگردان هم بعضی وقت میامد پایین میامد بالا. میاین پایین که تنظیم بشه فشار. تنظیم بشه. بله. فشار تو رو هم ممکن واقعا آسیب بزنه. بله. چون اکسیژن توی خون کمتر میشه. چند روز طول کشید؟ 1 ماه.
بله، من یه دوستی اینجا دارم، آقای علی فرهنگی آینج هستن. ایشون هم از بازیگرای نقش اصلی بودن و در ضمن من چون کلاً اسکی بلد نیستم، جای من همه رو اسکی کردم. ای بدلکار شما در بخش اسکی بودن. بلند شین ببینیمتون. افتخار علی. علی مربی فیتنس، مربی فیتنس هم هست و سوارکار هم هست، اسکیواز هم هست. اولین تجربه سینماییش هم با ما تجربه کرد در فیلم توچال. کلی زحمت کشید، کلی خاطرات بامزه داریم. مثلا اونجا سرعت باد 110 کیلومتر بر ساعت میشه، بعد دیگه برف حکم سوزن رو داره. آره دیگه حکم سوزن رو داره دیگه. این برف نیست وای چقدر قشنگه، بریم برف ببینیم. اصلا اینجوری نیست، همچین میزنه به صورتت که اگه نپوشونی کلن تموم میشه. بعد یکی از بچه های تلکامی به من گفت آقای بازی اونجا رفتی تلسیه، چون یه مسیر 6 دقیقه‌ای هست که شما یا باید اسکی کنی بری تا هتل یا باید تلسیه سوار شی. تلسیه در واقع کابین نداره. گفت آقای بازی من یه روز دیدم یه چیز تو دهنم، گفتم خدای من صبحونه نخوردم که. بعد نگاه کردم منفی 20 درجه است، دو تا دندونم شکسته ریخته. یعنی این سرما رو نه بابا. آره. اینقدر خیلی سخته، خیلی سخته. و واقعا خسته نباشید بگم به بچه‌ای که اونجا کار میکنن، یه سری پرسنل هتل هست که مثلا 13 سال 15 سال بچه اونجا دارن کار میکنن، میرن میان و واقعا خونگن درجه یک با صبر و مهربون. دمشون گرم، خدا حفظشون کنه، ماشاءالله. برشون دست بزنیم. پژمان تو تو الان 42 سالت شده؟ 42 سال ماشاءالله. و سوالم اینه که فکر نمی‌کنی یه ذره زیادی خوب موندی؟ نه، من یه فیلم بازی می‌کردم به اسم اسرافیل. خب که نقش کشتیگیری رو داشتم، مجبور شدم 15 کیلو اضافه وزن داشته باشم. الان 8 کیلوش اومده پایین، 7 کیلوش مونده. اینجا 7 کیلو. عجب، ولی تو خیلی وزن داشتی. سر گمگشته اینجوری بودم. آره. تقریبا آره لب نداشتم. آره. تو خیلی ورزش می‌کنی. ورزش می‌کردم. الان یه 5 6 ماه نه. ولی اصولا تو مثلا عضو تیم فوتبال هنرمندان، عضو بله. تیم والیبال هنرمندان، بله. اصولاً تیراندازی میکنن، تفنگ دارن، بله. رانندگی، رانندگی موتور سواری، موتور سواری، آره. بله. یعنی کارهای اینجوری میکنی، فعالیت میکنی، بله. خیلی جدی، خیلی باحاله. دیگه با متناسب با سنمون دیگه. دیگه الان خیلی فوتبال اینا، من یه توصیه هم بکنم به دوستان همسن و سالم، همه میرن دیدی آخر مثلا هفته یک روز باشگاه میگیرن، بعد انقدرم شکم دارن. و میگه ورزش میکنیم، میگه آقا هفته یه بار میریم فوتبال، اصلا باورت نمیشه اینقدرم میدوام، خوبم میدوام. و بعد یکی دوستم پزشک گفت شایع ترین بیماری سن و سال ما پارگی ربات صلیبیه. از همینجا نشد. بله. من که فکر میکنم فوتبال بلدن، هفته یه روزم که میرن ورزش میکنن اون تماما بدنشون رو فرم نگه میده، در حالی که واقعا روزی یه ساعت نیم ساعت پیاده روی هم چربی رو از بین میبره، هم قند خون رو میاره پایین. و اینکه یه ذره کمتر الان دیدی یه وسیله‌ای هم اختراع شده، اینجوری وای میستی روش، خودش حرکت میشه. اسمش چیه اینا که روش میمیسن؟ اسکوتر و اینا، اسکوتر این برقی ها. آره دیگه اصلا راه رفتن رو فکر کنم دیگه تا چند وقت دیگه هم فراموش کنن. آره همه با اینا میرن. آره راست میگی. تو چند وقت پیش قلب دوچاری بله، آرزو شد. بله. بعدم خدا رو شکر هر شد. خیلی هم همه نگران شدن. نه خدا رو شکر که اتفاق خاصی نیفتاد. در واقع تو ورزش بودی؟ نه من تو فوتبال بودم این اتفاق افتاد. ولی بعد که رفتم دکتر گفتن که ژنتیکه، یعنی هممون کاری که ما ایرانی هیچ وقت انجام نمیدیم اینه که چکاپ کنیم خودمون رو و ببینیم که میزان چربی خونمون چقدره، مخصوصا کسایی که در کلان شهرها. من الان دیدم یه سری از استان اصفهان بودن مهمونامون. مخصوصا کسایی که در کلان شهرها زندگی میکنن به دلیل آلودگی هوا و به دلیل غذای حالا فستود، نه به مفهوم فستودهای خونه خیابونی، همون فستودهای که خونه درست میکنه مثل سوسیس کالباس اینا. آره. میخوام سری غذا بخوریم. آره. سر کار باعث میشه که رگامون عروقمون اصولا بسته بشه، گرفتگی بشه. بله. بعد تو دوچاره گرفتگی رگ شده بودی؟ من 5 تا همزمان، 5 تا رگ همزمان گرفته بود. بله. این خیلی میتونه خطرناک باشه. خطرناک بود دیگه، ولی رد شد. یعنی ورزش هم کمک کرد که دوباره خودم احیا شدم. و تو که اینقدر ورزش میکنی چه جوری پنج تا رگ دیگه؟ ژنتیک. من مادرم اینجوری. خود افسشو. بله مادرم هم دو تا رگ قلبش گرفته بود که با چی باز کردین رگتو؟ با چنده. یه لیوان چنده دادن خوردم باز شد. نه آنژیو، آنژیو گرافی میکنن، آنژیوپلاستی. چیکار کردن اون بگو تعریف کن. من تا شارگ سفیدرون پا رو باز میکنن، بعد یه چیزی شبیه
قدیما تو حرف و فن یادته میخواستن سیم رد کنن یه چیزی، آره بهش میگن سیم فنری اگر اشتباه نکنن، بعد میفرستن توی قلب. تو رگت را میرفت تو میفهمیدی؟ نه به هوشم بودی؟ آره ولی خیلی بامزه. حالا یه خانم پرستاری خب سه چهار تا دکتر دستیار داشت که بعد این استندها رو به قول معروف میدادن بهم. بعد یه خانم پرستاری من نمیدیدم، یه رو دستگاه اینجا بود، اسکنه اینجا بود که روی قلبم بود اینا، و من فقط خانم رو میدم یا فیدم اینجوری بود مونیتور داشت نگاه میکنم، بعد میگفتم چون ریاکشن رو میدیدم و خوشم متوجه نبود. مثلا دکتر میگفت شماره مثلا 11، بعد این رفت سری 11 رو باز میکنم میداد به دکتر، بعد من همینجور نگاه میکنم میگفت، بعد میگفتم ای وای چی شد الان نکنه پاره شد. نه این بنده خدا اصلا نمیدید که من دارم ریاکشنشو میبینم، ولی اصلا هیچ دردی احساس نمیکنه آدم. هیچی بعد باز کردن تموم شد. بله بعد حالت عوض شد، یعنی بهتر، یعنی متوجه شدی که رگات باز شد چجور شد؟ ببینیم بهترین اتفاقش اون سیگارو ترک کردم. باریکلا مرسی. نه واقعا بعد از 25 سال روزی دو پاکت سیگار ترکش کردم. این عالیه. و واقعا هم میگم سیگار نه اینکه الان خودم ترک کردم، من همیشه بدم میاد، هر کی میگفت آقا سیگار نکش واسه سلامتیت خوب نیست، میگفتم هر وقت دکتر گفت نمیکشیم دیگه، الان دکتر گفت نکش گفتم چشم دیگه نمیکشی. ولی واقعا اگر میتونید کمش کنید، اولا واسه بچه‌ها یعنی اطرافیانمون که در معرض در معرض دود هستن، آره بابا یعنی انقدر مضر. بعد دومی چیز همه اون آقایانی که حالا سیگاریان خودشون میدونن، مثلا با خانواده‌ات میری خرید، میری توی پاساژ که نمیتونی سیگار بکشی، هی عصبی که خانم بس دیگه بریم بیرون، اون هم کام به خانواده تلخ میکنه، همین که فقط میخوای بری بیرون سیگار بکشی، ولی الان نمیکشم مثلا راحت میریم دو ساعت برو بیا بچرخ بگیر ببند، هیچ استرسی هم نداری هیچ. خوب والا جدی حال نمیکشم. چند وقت نمیکشی؟ من الان نزدیک تقریبا 9 ماه شد. ماشاءالله. آره خیلی تبریک میگم. قربونت. منم که 13 ماه خورده. خیلی خوبه. راحت تر نیستی؟ بهتر نیستی؟ تب کردم؟ فاشویه؟ نه آره منم که 13 ماه بیش، یک دی روز تولدم پارسال. حالا من رمزی رو بگم، یه رازی رو بگم برای اینکه میخواین سیگار ترک کنین، نشمرین چه روزی. بگو نمیکشم. آره منم دیگه نمیکشم. آره. مثلا بهش فکر نمیکنم. بهش فکر نمیکنم. چون روز تولدم بوده یادم میمونه. آره منم چون اون روز اون اتفاق برام افتاد میدونم دقیقاً. آره. کی دیگه. آره. سیگار نکشتم. یه گزارش فوتبال الان پخش میکنیم. خب خیلی عالیه. آره راستی دکورتون مبارک. قربون شما. مخلصم. تو این گزار یعنی یه فوتبال پخش میکنیم، تو گزارشش کن. خب گزارشش رو بگو. یا اول. و هر جا بهت گفتم حالا چیز بگو به فارسی بگو، هر جا گفتم حالا گیلکیش کن. آقا خیلی خوشحال شدم. گیلکی فارسی. من باید گیلکی برم. فارسی گیلکی. نه لبا هنگ. آره میکروفون رو بیاریم من هم آهنگر که افزیستم بخونم. دیدی لبا هنگو سال پیش؟ آره. کیا به من رأی دادن؟ هیچکی. نه 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 داری نه. بشماریم. رأی دهنده داری. کسایی که به من رأی دادن تو لبا هنگ دست بالا. آقا نگاه کن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 هشت، نو، این خانم بگم نصفه رای داره، این تا یه بخشی از رای رو رفتیم برای 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. آقا آقا من اول باید میشدم حقمو خوردیم با این آقا باید اول میشدم دیگه. 40% تقریبا. کمتر. 30% دیگه. یه در کمتر. حالا دیگه سی رو دیگه راضی باشی. سی رو دیگه راضی باشی. به امیرعلی نوویان کی رای دادن؟ تو هم مایه هاست. خودم هم رای دادم. تو هم رای دادی واقعا؟ تو رقیبت کی بود؟ امیرعلی دیگه. ببینم امیرعلی همه رو همینجور درو کرد. خیلی خوبه، خوش انرژی و بامزه و آره. خوش تیپ و خوشگل و آره. انشاءالله سلامت بشه. آره خدا حفظش کنه، همینطور خانومش و مخلصی. الان بخوای به یه جمله به نفس بگی، یه جمله به همسرت بگی، چی میگی؟ فکر کنم ما نیستیم. راستش من تا الان سر کارم شرمندم. چون الان زنگ زد بابا کی میای، گفتم نمیدونم. بگم اینجا دیگه. جمله عاشقانه بشه. آها از اون لحاظ. آره. آ یه چیزایی نباید جلو دوربین گفت. دعا
دخترت یه قربون صدقه برو براش. بیا حالا اونو بذار خونه دیگه. همسر. اونم دیگه بدتر. آها. از اینه هستی که قربون صدقه نمیری؟ بله. نه بابا. شطرنجی کنیم. قربون صدقه نمیری چرا؟ نمیدونم. عرق کردم این خجالت کشید. علیزاده تمرین کن با من تمرین کن شب رفتی خونی یه کاری بکنی. چجوری مثلا؟ بگو رامبو دوست دارم قربونت برم. رامبو تو چقدر قشنگی. ای جانم. خوش اومد. با تعریف کن دیگه چه خبر. نه ما قربون کیا قربون صدقه میرن برای خانواده‌شون. آقا یه سری کم تعدادتون. آفرین ماشاءالله قربون صدقه میرید. آقا اون آقایی که قرمز پوشیده ببینیم چجوری قربون صدقه میره. بیا میکروفون بده. یه میکروفون بده. جعفر باقری هستم در خدمتشون. از کجا؟ از تهران. از تهران. بیا پایین جعفر جون. خیلی بالایی. بله. ماشاءالله. گوشش هم شکسته بود. آره، اتفاقا من نقش کشتیگی رو بازی کردم. آره. بله. کشتی گرفتم هم تو فیلم. نه، فقط 15 کیلو اضافه کردم. قربون صدقه چه جوری میدی؟ قشنگ اجرا کنم. آره. من 8 ماهه که خدا بهم پسر داده. واه 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 واه. محمد تاها. محمد تاها. خدا حفظش کنه. خب به محضی که میبینم میگم سلام بابایی. الان عزیزم اشتباه نگیر، من بچه هم بلدم قربون صدقه، برای خانومه چجوری قربون صدقه میدونه. خانوم که شرمنده نشه. بعد به من میگی جلو دوربین این کارو بکنم. رام بود میتونی جلو دوربین بزنه دیگه. همسرم عزیزم خیلی مخلصم دوستت دارم. این که قربون صدقه نیست که خیلی مخلصم، که خیلی مخلصم علی جان. خیلی مخلصم آقا. دارم میگم به اجازه به من فرصت بده. دوستت دارم. تو خیلی عزیزی. آقا من به نظرم از اینکه از قدیمی ها جب اونایی که جواب ندادن بیچ جعفر که اصلا جواب نگو. آقا شرمنده. آره. یه جوری هم اصلا یه جوری چقدر بد بدن اومد قضیه رو. حالا از قدیمی ها کیا؟ دمت گرم. از قدیمی ها کیا قربون صدقه؟ آقا محمد تاها رو ببوس. آره خیلی اطرف ما حتما. بیا من عبدالله نیکویی هستم. چند سال ازدواج کردی؟ عرضم خدمتتون 27 سال. 27 ماشاءالله. ماشاءالله. خوزستانی هستیم؟ همسرم امروز کسالت داشتن نتونستم. خوزستانی؟ نخیر تهران هست. تهرانی هست. الان یک قربون صدقه برای همسرتون. ایشون من واقعا زحمت زیادی کشیدم برای زندگی. انشا ننیست قربون صدقه برو. همون عرضم خدمتون که همیشه سخت تلاش میکنه. باز داره انشا مینویسه. انسجام. دیدی؟ انسجام خانواده. خدا خیلی تشکر میکنم از همسرم. این فجر رفته سیمور بگیره. تشکر میکنم از همه، از دوستان، از کارگردان، از همسرم. بابا انسان این میگه الهی قربونت برم. من واقعا با عشق دوستشون دارم و بهشون افتخار میکنم. یکی دیگه رو بزنه. بابا راجب به خانم دلم بگو. مستقیم من عزیز دلم که الان عزیزم واقعا دوستت دارم، بهت افتخار میکنم. خیلی زحمت کشیدی. زحمت کشیدیش خوب بود. خیلی زحمت کشید دستون در نکنه. خیلی غذا خوشمزه بود. آقا اینم از نیمه قدیمی. آقا قدیمی تر نداریم قربون صدقه داره. حاج آقا بله. بابا من میگم حاج آقا بیان این ور. حاج آقا تشویقم این ورتر. من همینطور که به شما ارادت دارم شاید صد برابر شما ایشون ارادت دارم. بله. این الان خورد حاجی اینه بده من بگم شما نیم. بیا یه قربون صدقه. صبح تا شب باز تمام عمر داریم قربون صدقهش میدیم. نه الان یه دونه شو فقط تمام عمر. یه دونه به ما یاد بده الان چجور قربون صدقه زنش بره. فقط بود متشکرم. نقطه سر خط. متشکرم نقطه سر خط. ببین قدیمی هم نشد. دیدی؟ مرسی. خب پس ما به این نتیجه رسیدیم ما ایرانی اصلا قربون صدقه بلد نیستیم در هیچ کدوم از نسل ها. خب بریم بعدی. خلاص برق بزن بریم بعدی. اون فوتباله رو پخش کنیم یه دور نگاه کن. باش کشتی رو بهتر با صدای آقای عامر چیز میکنم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما دلاور مردان ایران. ببخش آقای عامر کجاست؟ محمد نوری ماشاءالله. چه این چی بود؟ حالا ایمان زاهد. ایمان زاهد توی دروازه. توی دروازه. توی دروازه. معلوم گزارش کرده پرسپولیسیه. حالا ذخیره طلایی پرسپولیس در دقیقه 80 نه بدون صدای جمعیت فایده نداره.
آقا استقلالی ها استقلال رو تشریح کنم، پرسپولیس ها پرسپولیس ها. خیلی خب، بعد علامت که دادم گیلکیش کن، برو بریم. یک دو سه برو. حالا بازی رو استقلال باید شروع کنه. میبینیم بله آفساید هم نبود. آفساید نبود. بله ایمون زد توپو بیگیفته. آها این تو باقل پام رن. آقا محمد نوری عجب پاسی بده آقا. خب آقا ایمون زاد عجب بغل پای بزه، عجب بغل پای بزه. بغل پای یعنی بغل پا زن. همونه که چه فرق داره؟ بغل هم داریم. بغل. بغل پا؟ بغل بغل. نه الان گفتی بغل پا. دادم بغل پا بزه. بغل پا کی میدونم. من یه جمله بلدم. استان گیلانی نداریم اینجا؟ آقا بالا میستر تو همشری؟ کویشی نیستی؟ آستارا. به 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 آستارا. یه جوری چپ چپ چرا نگاه کردیم؟ شما از همشهری مون تعریف میکردیم. آره نه یه جمله میگم. نه بودم آه با اینجوری نگاه کردم. یه جمله الان. یه جمله بگم. ملت خوشن خانه درون میز بیلیارد ترد میل سونا و جاکوزی داریده. منم تنها امکانات ورزشی که داشتم میل برفیکس بود. که اونم میمار بین کمد درون خو لباسن اونه سر ورگنه. یعنی میگه ملت اولا تشویق هم کنی اینقدر خوشگل خوب گفتن از ده به هم چند میدی؟ ولی تو رشت اینجوری حرف نزن. خب این کجا این کجاست؟ نه اینجوری حرف نزن میزنن. بگو چه جوری باید بگم بگو. خب خیلی با لهجه بد گفتی. ادا بود. آره ولی خب خوب گفتی. بگو یه بار دیگه بخون بامزه گفتی. ملت خوشن خانه درون میز بیلیارد و تردمیل سونا و اول اینکه رشته اینجا حرف نمیزن. آه ملت خوشن خانه درون اینجوریه. ملت خوشن خانه درون میز بیلیارد فلان. بعد آهنگ بگو. ملت خوشن خانه درون میز بیلیارد و تردمیل و سونا و جکوزی داریدی. اما امکانات ورزشی که داشتی میل بار فیکس بود. الان چقدر فرق کرد با رامبو؟ خیلی. نخواستم حال تو بگیرم بگم خیلی بد خونده. تلاشمو کردم ولی عالی بود. آره تلاشمو کردم. تلاشم بگو که اونم میمار بنه کمد درون خود لباسن اون سر چی؟ ورگنه؟ نه ورگنه ما نداشتیم. آویزان کوده. همون آویزان کوده. آره. بهم یه آموزش بده. ملت خوشن خانه درون. ملت خوشن خانه درون. چرا باید اینجوری حرف بزنم؟ ای مولا. ملت خوشن خانه درون میز بیلیارد و حالا شما شهری رشتی الان که سنگ فرش کردم اونجا رو چی؟ ماشین های حضری درد میگیری گلی آدم. خیلی هم قشنگ. بریم بیایم و بریم یه سری سوال از پژمان عزیزم پرسیده شده توسط تماشاچی عزیز به اونا پاسخ بدیم. مخلصیم آماده بریم بیایم. یک دو سه بریم بیایم. من همیشه پرچمش بالا میمونه دلش خورسه چون میدونه مشتش هم گرد میمونه وایسادیم پشتش همه با هم همه با هم میسازیم این راه را با هم همه با هم اینو بلند بگیم دوره هم آماده این که اینو بلند بگیم دوره هم خلیج فارس خلیج فارس خلیج همیشه یه فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج همیشه یه فارس باید دست به دست راه و ساخت هست بدن به خاک هست اگه مانه هست اگه پلا شکست جز اینا راه هست هنوز خنده که هست خنده وانه هست خنده وانه دست دست خلیج فارس خلیج فارس خلیج همیشه یه فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج همیشه یه فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج همیشه یه فارس خلیج فارس خلیج فارس خلیج همیشه یه فارس. تا
اینجا خوش گذشت؟ خیلی. یه ذره گرفته این انگار. نه خیلی هم شادم، خوشحالم که این برنامه رو اومدم. مهمون برنامه رو دوست داشتین یا حالتون گرفته شد؟ نه خیلی دوست داشتم. مهمون رو مسکه خیلی دوست نداشتین؟ چرا، خیلی دوست داریم. بله خیلی خیلی زیاد. واقعا اینقدر؟ واقعا آره، طرفدارش هستم. جدی میگی؟ بله بله. نگفتی ای بابا؟ نه. آخرین کاری که ازش دیده بودین چی بود؟ بارکود. نه همه فیلماشون رو، ولی فیلماشون رو دیدم و خیلی هم دوستشون دارم. بگین چند تا کاراشون رو. پلیس چی نقش پلیس بازی میکنه؟ اکثرا همش نقش پلیس بازی میکنه. دیگه آژانس دوستی شلا. اخیرا خیلی هم کار پلیس بازی میکنن. فکر میکنی چه جور نقشی بیشتر بهش میاد؟ بیشتر من فکر میکنم فیلمای اکشن خیلی. در نقش تبهکاره یا نه نقش به اصطلاح حالا یا پلیس یا کسی که به اصطلاح آدم مثبته. آدم مثبته فیلمه. الان شما نویسنده، یه نقشی که دوست داری بازی کنه چیه؟ ماتریکس. نقش ماتریکس رو بازی آه. کنه اون آقای بازی خود همون اصلیه. همون اصلیه رو بازی کنه. در نقش پزشک بیشتر دوست دارم ایشون ببینم، چون احساس میکنم یه چهره معصوم، یه چهره مثلا آروم و آرامش میده به آدم. فکر می‌کنم نقش بهشون بیشتر بیاد. قیافش خاصه. قیافش خاصه. هم بخاطر چشاش، هم مدل موهاش، اصلا تیپش، استایلش خیلی فرق می‌کنه. فکر می‌کنی اگه ایشون بازیگر نمی‌شد چیکار می‌کرد؟ فکر من مهندس مثلا کامپیوتر این چیزا می‌خوره بهش. رستوراندا. پلیس می‌شد. پلیس می‌شد. یه پلیس شوخ یعنی؟ بله. یا اینکه ورزشکار میشد. فکر میکنم کارهای ورزشی رو دنبال میکرد. یه ورزشکار میشد. نه وزنه بردار نه، بیشتر تو رشته فوتبال بهشون میاد، فوتبالیست باشن. کوهنورد. یه هیکلش تقریبا حالت ورزشی و اینا خیلی جدی. آره فروشنده بوتیک هم بهشون میاد. فروشنده بوتیک. شما الان یه سوالی میتونی ازش بپرسی. ایشون همون میخواستن همین یه دختر دارن یا اینکه نه بچه دیگه دارن؟ یا استقلال و پرسپولیس کدومشون برنده میشن تو این داربی جدید؟ خب اون که میگه پرسپولیس دیگه. پرسپولیس خب چند تا میزنه؟ آها بگه چند تا میزنه. بازم عددش ایشون نشون میده. عجب آدمیه. اصلا کارشون رو دوست دارن، تا چند سالگی دوست دارن کار کنن، از این محیط راضین، از محیط کارشون راضین، چون میخوام وارد این محیط بشم. بیشتر این چیزا رو ازشون سوال میکنم. شما از زندگیش هم راضی هست یا نه؟ ای بابا زندگیش همش میخوای درجه رضایت رو بدین. رضایت تا ابد بازی کنم مثل اکثر اون عرشا، یا اینکه نه به یه حدی فکر میکنن دیگه کافیه دیگه اینجا، به بعد دیگه نباید بازی کنن. خندمانه خوش میگذره؟ خندمانه خیلی خوش میگذره. من هر شبم تو خونه برنامه خندمانه رو میبینم. امروز هم تولد پسرم بود، به خاطر همین هماهنگ کردم با یکی از دوستان که اینجا هستن، هماهنگ کردم که بیام خندمانه حتما، چون هر شب به خاطر خندمانه بیدار میمونه. خواستم که روز تولد هدیه پسر شما. انگار تازه به دنیا اومده. بابا بی خیال. واقعا دوست داشتم بیام تو این برنامه. انگار دوباره متولد شد. شما متولد شد. آقا شما خیلی، ما مخلصیم. خواهش می‌کنم. یکه شماره 53 دست کی بود؟ یعنی چی؟ اما بدم اون آخریشو 53 بزنه. آها شماره 53 کیه؟ بیا 53 به خاطر تاریخ تولدته. بله این 78 میلیون پوله میدونی؟ سوال، اگه امتیاز بالای زد چیکار میکنی؟ چیه؟ نفهمم. الان داریم یه جای تو بزنه دیگه. شماره کارت میدم همه شو بریزیم به حسابم. من تشکر میکنم از ایشون. حالا بزنه بینیم یه کاری میکنیم. اگر اسم تو بگو. میلاد قرایی. میلاد جان قرایی، اگر که باعث برد تو شد تو این ماه 18 بسته خدایش راضی. از 78 میلیون 53. آقا من شمارم 35 35 بیاد بزنه. ما با هم اصلا به توافق نمیرسیم. فهمیدی میگه 53000 یا نه بابا من خودم میزنم بیرون. مرسی نه ولی تو بزن. نه واقعا چی میشه؟ چی میشه؟ تکلیفش روشن کن. من آقا اینو روندش میکنیم دیگه. خوبه 50 تومنشو من برمیدارم، 28 تومنشو تو بردار. خوبه؟ خدا بده برکت. بریم بریم.
بیا بیا اون وسط رو بیا پوش. نه 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 ساکن ساکن تمرکز کن بگیر آقا حوله نداریم بادرزم آقا ما نگفتیم اگر تو نزدی ما چیکار کنیم خب بیشتر امتیاز مال منه آقا اینو این بر من بچرخون یه لحظه بابا دوربین داره نگاه کن آره بابا نگاه کن اولی رو زد بیرون چهار قلقگیری دومی رو زد یک سومی رو استاد زدن اون دیگه تو باقالیا و اینا به هر حال اینم شانس ما بود دیگه به افتخار خودت ولی فقط یه چیز شنیدی آقا میلاد خوب زننگه ماشاءالله اونا که موافقن پژمان آخریش خودش بزنه دست بالا بیا بابا نخواستم ریال شهرم میزنم اون وسط برو میلرزه چرا نه این بد بود بودم میشه نخواستم ریاشه نخواستی دل اون پسر بشکنی نه راستش دستم چپ بود دیگه تارب که نداریم آخه چقدر قشنگ خب به من بگو که آها به سوالها پاسخ بده بازیگری رو تا چه سالی میخواین ادامه بدیم تا هر سالی که مردم منو بخوان چون بازیگر مخاطب بدون مردم به درد هیچی نمیخور خب قطعا تا زمانی که بتونی نه یه جایی هست شما میتونی دیگه مردم دوستت ندارن بدترین چیزه تو آدمی هستی که دلنشینی تو مهربونی باحالی قربون شما به خدا سعیمونو میکنیم واقعا خب باشیم تمام این سالها مردم از تو کارهایی دیدن که تو باهاشون یار بودی رفیق بودی همین که داری میبینیم همیشه پشمان شکلی باحال گرمه پر انرژی خوش اخلاقه تا زمانی که بس بتونم واقعا اگر اینقدر مورد قبول مردم باشم ایشالله تمام سعیم اینه که نسلهای بعدی که اون آقا پسر کوچولو اونجا نشسته خاطره خوب از ما داشته باشه ایشالله دمت گرم ماشالله سوال بعدی شما بپرس سوال بعدی من میترسم بعدا برنامه رو ببینن مدیران بگیرن تهیه کننده بگیر برنامه رو بده به من یه سوالم نپرسیدی هم یه بچه رو دارم یه بچه دیگه هم دارم نه هم یه بچه رو دارم ماشاءالله خود افتش کرد اسم نفس رو کی گذاشت روش تو یا همسر؟ مشترکم بود با هم دیگه؟ بله من خانم هم یک فیلمی رو مونتاژ میکرد به اسم سفر قندهار یه کاراکتر اصلیش یک خانمی بود اسم نفس که حالا از کانادا میاد اینا بعد یه دختر کوچولو خیلی بامزه تو فیلم بود به اسم نفس گل در واقع اسم پشتوه مونتاژ دیگه ما نفس گذاشتیم نفس گل نشد بذاریم دیگه یعنی می‌خواستی نفس گل بذاری نذاشتن نشد نخواستیم بگیم نذاشتن دیگه آ ا سفتفر اجازه نداد بلد. چرا گفت نفس گل چی گفتن اعراب نمیگیره خونده میشه نفس خب نفسش که گذاشتن بذارین که بعد من خواهش کردم رفت تو کمیسیون و اینجا داستانا دیگه خب گلش هم می‌ذاشتین دیگه وقتی تا اینجا اومده دیگه نشد دیگه بدکن نمی‌فهمم ایراد رو نفس بوده بله. ولی شما نفس رو تونستین اجازه شو بگیریم ولی گلو ندادن دیگه نذاشتیم دیگه همونجا تا اجازه رو دادن گفتم همونو بذاریم تمام شد آره دیگه ولی اسمش اصلیش نفس گل بود که به نظرم خیلی اسم قشنگی خیلی قشنگه به هر حال ما حالا جدا از این که کشور ما فارسی صحبت میکنن چند تا کشور اطراف هم هستن که فارسی صحبت میکنن در واقع نمیتونیم بگیم هم وطن ولی میتونیم بگیم هم زبان ما هستن بله و ما خیلی اتفاقا من خیلی سال پیش سال 80 رفتم با فیلم دوئل رفته بودیم افغانستان که سینما آریانه افغانستان افتتاح بکنیم و همه ما رو میشناختن تو خیابون خیلی باحال بود با آقای پرستی میرفتیم خیلی بامزه بود که همه میشناختن آره چون تازه تموم شده بود طالبان رفته بود همه مهاجرا برگشته بودن کشور خودشون خیلی بامزه بود لذت خوبی داشت که توی کشور دیگه همه با فارسی حرف میزنن نمیدونم این تجربه رو دوستان داشتن یا نه مثلا تاجیکستان من نرفتم ولی خیلی دوست دارم من رفتم میرم ان شاء الله آره من خیلی دلم میخواد یه بار مثلا به اندازه یک هفته خندوانه رو بریم تو تاجیکستان اجرا کنیم خیلی عالیه یعنی من پایم اگه بگی من میام راست میگی چرا برم اونجا چیکار کنم رامبو جوان هست دیگه نه چرا نه بیا یه استادیو اونجا بزنیم تماشاگرای تاجیک خیلی عالیه خیلی 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 خوبه هر چقدر فکر کنم چقدر عالیه
خیلی عالیه. آره ایشالا این کارو به خاطر بامزه دیگه با آقای پرستویی تعریف کنم. ما سر فیلم بعدی دوئل بودیم، بعد من و آقای پرستویی، آقای سعید راد و آقای کامبیز دیرواز رفتیم خیابون امیری، خیابون معروف آبادان که سمبوسه بخوریم. آها. بعد خب ببخشید کیا بودین؟ بنده بودم، آقای پرویز پرستویی، آقای سعید راد و کامبیز دیرواز. بله. رفتیم سمبوسه بخوریم و بعد خیلی دکه‌های بامزه بامزه کنار خیابون بود. الان عوض شده تقریبا. بعد خب خیلی بچه‌های خونگرم خوزستان اومدن دور و بر ما و اطراف ما و یکیشون گفت آقای پرستویی سلام، خسته نباشین. آقای پرستویی گفت سلام، عرض شد. گفت آقا امشب لیلی با شماست نشون میده. گفت لیلی با من هستیه. گفت بله لیلی با شماست. می‌خواد احترام بذاره. نمی‌خواد که لیلی با من هست. خیلی باحال. یعنی و سوال بعدی. از محیط کاریتون راضین؟ بله. سخته برای. از دور شاید قشنگ باشه، همه فکر میکنن که معمولا تصور مردم از ساخت یک فیلم‌های عروسیه، یعنی عروس اومد میان همه فیلم‌ها رو می‌گیرن، بعد فیلم‌ها رو میشینن هم با هم نگاه می‌کنن، یا گریه می‌کنن یا می‌خندن، اون میگه ای با دیدی اون زهرا خانم مثلا لباسش اینجوری، اینکی اینجوری بود، اینکی اونجوری. در حالی که این نیست واقعا. فیلم یک سازوکاری داره، حداقل کاری که انجام میشه 14 ساعت 12 تا 14 ساعت کار مفید باید واقعا انجام، منهای رفت و آمد. بعضی شبا میرسی خونه بچت خوابه، صبح زودتر از اون پا میشی میری سر کار، نمیبینیش. خیلی سخته ولی محیطش راضی کننده است به نظر من. بازی دربی پرسپولیس استقلال، پرسپولیس چند تا گل به استقلال میزنه؟ ای پیش بینی کرده بود؟ سواله. ناخه گفتم پرسپولیس چند تا گل به استقلال، یعنی پیش بینی کرده بود که پرسپولیس میبره. 100% میبره. حالا چند تا میزنه؟ شما بگو چند تا میزنه. حالا اولا یه توضیح بدم که این پرس با، یعنی در واقع تیم‌های پرسپولیس، استقلال، ملوان بندرنظری، تراکتورسازی، سپاهان، صنعت نفت، فولاد خوزستان، اینا همه در واقع تیم‌هایی هستن که هر کس یک گرایشی داره. ما مثلا تو شهر خودمون به سپیدرود رشت و ملوان بندرنظری دوستشون دارم واقعا، یعنی حتما بازیاشون رو پیگیری میکنم، میدونم چی کار میکنن. حالا تو تیمای مثلا پایتخت، تیم مثلا پرسپولیس رو من دوست دارم، بعضی از دوستان همکارا استقلال رو دوست دارم، بعضیا تیمای دیگر رو دوست دارم. اینا که فقط یک شوخیه در واقع، یعنی هیچ تعصب و بازی. دقیقاً همینه. یعنی دقیقاً چرا اصلا فوتبال من دوست دارم؟ برای اینکه 90 دقیقه است، این سینماست. یه فیلم سینمایی 90 دقیقه است. پر از درام، پر از تراژدی، پر از قصه است، پر از گریه است، پر از خنده است، پر از شادی، پر از مصدومیت. یعنی هیجان، هیجان هر آن چیزی که شما در یک فیلم می‌بینی، در فوتبال هم می‌بینی. و برای همین برای من قابل احترامن بازیکن‌های فوتبال که این حس خوب رو به همه ماها منتقل می‌کنن. یعنی حالا ممکنه مثلا تو وزنه برداری هم بهداد سلیمی وقتی رکورد جهان رو میزنه باعث غرور آدم میشه، ولی تو فوتبال به شما هیجان میدن. مثلا سردار آزمون که گل میزنه مثلا آدم خوشحال میشه، میگه آقای ایران، اون باعث غرور میشه. تو تیمای باشگاهی به نظرم باعث هیجان میشه. مثلا من داد میزنم، همین ایمان زاهد سه تا میزنه، یه جا مثلا استقلال 2-0 میبره. یعنی به نظر من خیلی رنگه نباید باعث این بشه که خدای نکره به هم دیگه توهین بکنیم. آره میفهم. واقعا در برابر هم واستیم. واقعا. آره واقعا. تو خود بچه ها تو زمین بعد از اینکه میان بیرون همه با هم دیگه دوست و رفیق هم، ولی ما اینور تا هفته ها میخوایم ادامه بدیم این رو. این اصلا چیزه، این همه جای دنیا هست، میل یه عده است. آره در تمام دنیا میل آدم هاست متاسفانه. دوست دارن اینجوری کنن، یعنی بگن ما شما. بعد مثلا توی همین بازی اتفاق میفته سر ما با دور همی. یعنی مثلا فکر کن که دور همی همشون رفقای ما هست. آقا اصلا مکمل هم دیگه شما. اصلا یعنی یک لحظه ما نسبت به هم دیگه نه بدخواهی داریم، نه دشمنی داریم، نه دعوا داریم. من یه برنامه زنده میدیدم از دوستانمون، از همکارای خودمون، و حالا بازیگر طنز بودن، اسم میبرم، گفتن نظرت راجع به خنده و طنز چیه؟ نه نمیبرم. بعد گفتن که آخه اینجوری که نمیشه که آدم بره تو تلویزیون راه بره بگه حالا یه نفس عمیق بکشید تا ده بشمرید، حالا انرژیات اینجوری کنین، حالا بخندین، همه به زور بخندن. داشت نقد میکرد برنامه شما رو و میگفتش که اینجوری نیست که مثلا برنامه خندوانه بتونه آدم به زور بخنده. اون یه
نظره. یه نظرم اینه که شما دعوت میکنه بنده رو با کمال میل میام، چون میدونم هم برنامه مردمیه، همین که بخشی از لایه‌های شخصیتی من ممکنه برای مردم یه پلیس جدی، یه بازیگر خشن، یه چیز دیگه از من دیدن، و اینجا یه ذره راحت‌تر توی تاکشویی هستیم که خیلی راحت‌تر من رو می‌بینن. و واقعا چون برنامه‌ایه که همه بهش نگاه می‌کنن، من هر دفعه هر جا میرم تو هر مغازه اگه صبح بری دارن تکرارش می‌بینن، شب تو خونه‌ها بری دارن می‌بینن، و دوره همی اصلا مکمل هم دیگه، دلیل نمیشه یکی دور همی دوستش بشه، یکی خندوانه رو دوستش نه بله میتونه هر دو تاش بشه، میتونه هیچ کدوم نباشه، میتونه یکیش باشه. بله کاملا درست. آره خسته شدی من شما بزنید داشتی میگوتی آره کاملا درست، تمومش کن دیگه بزن. حس فهمیدم واقعا نبود استش اینجوری خدایی به خدا نبود. اونایی که میگن بود دستا بالا نکنین. نه آقا داریم میپرسیم. نه نبود اینجوری، آخه من خودم اینجا واستادم دارم نظرم میدم، اینجوری نبود، گفتم درسته. بعد ما آدم بی‌تعارفی هم نه اینجوری کردی گفتی آره درسته. بله درست. خب بریم. من پژمان، من آدمی هم که گوش میدم به حرف مهمونام، بد جنس نشو. نه خب یه ذره علیکی سر به سرت بذاریم. چرا میخواید سر به سر من بذاریم؟ چون تو سر به سر همه میذاری. من چه سر به سر میذارم؟ سر به سر مهمونا نمیذارم. چرا میذارم؟ خیلی خوب دیگه. یه چیزی میخواستم بگم راجع به خنده چند ثانیه‌ای که ما میکردیم، مثلا 25 ثانیه‌ای، اینو ما بارها و بارها گفتیم. کی میدونه دلیلش چیه؟ ما برای چی میخندیدیم الکی، به ظاهر الکی، خنده مصنوعی؟ نه نه تو جیبم فقط دستمال دارم، منتظر جواب نباشه. کی میدونه؟ زهره رمضانی هستم از فریدن اصفهان. بله همه با هم اومدین؟ خیلی بله. 15-16 نفرم. خنده بقیه اصلا خنده میاره. همین که تو خنده بغل دستی تو میبینی، شاید حرکت اون یا رفتار اون باعث بشه شما هم بخندی. خیلی متشکرم. بعد من یه بار دیگه هم اینو توضیح میدم، تمام مقالات، تحقیقها و بررسیهایی که روی مغز انجام گرفته و تحقیق شده و بررسی شده، اینه که شما اگر خنده مصنوعی بکنید، یعنی الکی بگید این طول بکشه، یعنی تعداد ثانیه‌هاش زیاد بشه، مغز فریب میخوره، فکر میکنه شما واقعا دارین میخندید. من آدم فریب کن نیست. نه. و باعث میشه که هورمون‌های رو ترشح، دستور بده که هورمون‌های ترشح بشن که شما احساس خوبی بهتون دست بده. من به هیچ کس تازه دستور ندادم تو زندگی. نمیتونم. من نمیخندم. آقا خون ندارین خون بدین. و این آره این اصلا توصیه میشه، میگه که اگر روزی 5 دقیقه الکی بخندین، یعنی باستین بگین حالا یه جرم دل درد بگین از یاد صافی آمبولانس میاد میبردتون تیمارستان. نه میگه اصلا برین تو اتاق، میگه برین تو اتاق در رو ببندین، گوش نمیدین برای من دیگه، من ادامه میدم. حالا فاین دقیقه نه واقعا بعد از این نه این جالبه این جالبه که مثلا تو 470 قسمت خندوان 300 بار گفتیم هیچ کس نمیدونست غیر از ایشون دو سه نفر دیگه. خیلی خب پس ما هم میدونستیم آقا، گوش نمیدیم. نه نخواستیم قهر نکن. بریم بیا. خب نه میگم آقا قهر. خب برنامه رو من ادامه میدم. آقای جوان ظاهرا درگیر شدن با آقا این چند درجه رو دیگه ادامه نمیدیم. نه خیر خیلی باحال بود. بله. و تو تجربه موجیگری کردی و خیلی جذاب. خیلی خوب بود. آره. آره. خیلی دوست داشتم. آها شبکه نسیم جز معدود شبکه‌هاییه که واقعا هدف گذاریش برای همه نوع مخاطب هست. بله. از جمله مثلا برنامه چند درجه خیلی ورزش‌های رفت رون بود. بله، ورزش‌های بسیار ورزش‌هایی بود که خیلی جالب بود که خاطرات بسیار خوبی داشتم. مثلا بچه های آفرود میگوتن ما زمستون که میشه مثل همین الان که جاده های شمالی بسته است، میگوتن چون ماشیناتشون تجهیزات داره میرن کمک هلال احمر. اه چه باحال. ولی مثلا تو خیابون میادن پلیس میگرفتشون. آها. یعنی تو شهرها که میرفتن مردم میگفتن که چون ماشیناشون خشن بود فکر میکردن که اینا همش میان خراب میکنن، از بین میبرن، مزاحمت ایجاد میکنن، در حالی که میگن اصلا خودشون چون عشق آفرود دارن و بهترین زمانش اینه مثلا برف بیاد، اینا برن 10 تا ماشین وینچ ببندن بکشن بالا.
خانواده رو نجات بدن شاله. چون ماشاشون گیر نمیکنه. آره. و خودشون داوطلبانه مثلا میرن کمک هلال احمر یا یه سری بچه‌ها بودن از این دوچرخه‌ای که از در دیوار میرن بالا، دوچرخه‌هاشون خیلی کوچولوه و زین نداره دیگه. آره. تو محل مثلا مسخره‌شون میکردن بعد از برنامه خندمانه چرا چند درجه اینا تازه صاحب یک شخصیت شدن، مثلا بودن دیگه به اون احترام میذاشتن. و قصد و غرض این برنامه این بود که هیجان رو جمع بکنن توی جوانها در یک مجموعه ای و در واقع مسئولین رو هم به یک نوعی بیدار بکنن که آقا اینجور جوابت ساخته بشه واسه این که هیجانشون تخلیه بشه. خیلی ممنونم. نخوابین تو رو خدا وقتی من حرف میزنم، چون همه دفعه ساکت میشن، دو سه تا خروپف میکنن. بگو بریم بیایم، برگردیم، کار داریم. همه با هم میگیم بریم بیایم. چقدر شور. یه بار تو بگو، یه بار تو بگو، تو رو خدا آقا بعد بگی یک دو سه. همه محکم میگم یک دو سه بریم بیایم. موسیقی چیه؟ موسیقیه که الان عوامل فیلم دارن تشریف میارن برای فرش قرمز مردمی. بلیت داشتین یا آشنا داشتین؟ ما چون تو شبکه نمایش خانگی هستیم معمولا لطف میکنن یه دونه کارت رو به ما میدن میاد. آره. شما منتقدی خودتون؟ منتقد موزیک فیلم، فیلم نه. خب من خودم نویسندم، یکی از کارام امسال جشنواره است. و اومدم که فیلم ببینم. فیلم های کمدی تو جشنواره چقدر به رسمیت شناخته میشه؟ میدونی مثل چی میمونه؟ دیدی حلوا پهن میکنن بعد روش چند تا تیکه پسته و اینا میذارن خوشگل شه، مثلا اینا هم فکر کنم اینجوری تزیین میکنن. میگن خب حالا اینا که پنج تا یه دو تا کمدی هم وسط باشه. چیزی که من توی لیست دیدم مثلا از فیلم های کمدی فیلم خوب و جلف و حالا گشت ارشاد کلا همین دو تا کمدی داره. آره این دو تاست. ای بابا مردم چیکار کنن در این یک سال آینده؟ بابا خود رامبدی که کمدی میسازه مثلا رفته نگار ساخته. عجب آدمیه. خیلی واقعا. آره. فیلم متفاوتیه ولی. فیلمی که بگی عجب فیلمی بود. آره واقعا دیدم. هم به لحاظ کمدی یک فیلم خوب دیدم که کمدی به جلف نبود واقعا، کمدی که بخوای با هر شکلی مخاطب رو خندونی. و فیلمی دیدم که داستان داشت ولی خب متاسفانه داستان‌های ما یا تلخ یا گریه داره. یا فیلم‌های کمدی جدی ساخته نمیشن انقدری که تو جشنواره مثلا دیده بشن، یا اینکه جدی گرفته نمیشن، به نظرتون کدومه؟ آه سوال خوبی بود، مشکلی بود. قطعا یه سری از فیلم‌ها خب حتما تو جشنواره نیستش، خب ممکنه تولید شده باشه یا خب نشده باشه بعدم بیاد. فیلم‌های کمدی که کاملا ساختار حرفه‌ای درجه یک سینمایی و قابل دفاع داشته باشه کم ساخته میشه. فیلم گشت ارشاد که مثلا من امشب دیدم خیلی روی فیلمنامه در واقع تاکید نداشت، موقعیت بود دیگه، یا تیک کلمه بازیگرا بود یا حتی یا اینکه خود بازیگر یه موقعیتی رو بخواد اجرا بکنه. شما ترجیح میدید فیلم بخندونه یا بگریونه؟ جامعه هم تلخی داره، هم گریه داره، هم خنده داره. هر چیزی که واقعه رو بخواد نشون بده، واقعیت رو بخواد نشون بده، فکر میکنم خیلی جذاب‌تره. یعنی بخندونه و بگریونه و همه چی. همه چی، یه سالاد فصلی باشه که دیگه همه بتونن استفاده کنن، ولی هر چیزی مخاطب خودش رو داره. فیلم‌های دیگه هم همین جوریه، یه جوری تلخه، دوستشون نداشتم هیچی. یعنی یکی که مخاطب فیلم کمدیه امسال تو جشنواره یه ذره آره حالش گرفته، دستش خالیه. حالش گرفته. خود شما به شخصه وقتی حالتون بده میخواین یه حال و هوای عوض کنین ممکنه فیلم ببینید؟ آره. و اون آره. چه سبکی، چه ژانری؟ سعی میکنم که یه فیلم ببینم که در واقع خوشحالم کنه، زیاد بهش فکر نکنم، فام باشه ببینم مثلا بخندم. آره. خوب بعد جلف دیشب دیدم، خیلی دوست داشتم. موسیقی آریا عظیمی نژاد رو واقعا دوست داشتم، با حضور گرته برداری از موسیقی فیلم های دیگه بود ولی فوق العاده خوب درش آورده بود توی فیلم. یه بار که تو جشنواره رفتین یه فیلم دیدین قاه قاه خندیدین؟ همین الان، همین خوب بعد جلف واقعا قاه قاه خندیدیم ما. بعد چیزه یه سلام فیلم خودم بودم که قاه قاه می‌خندیدم، از صدای خنده من دیگران بخندن. توفیق اجبایی رو کار کرده بودم. فیلمی که همیشه حالم بد بوده نگاش می‌کردم، به همه چیزش می‌خندیدم، نیشه زنبور بوده. و زمان اکرانش من اصلا روزنامه نگار نبودم ولی همیشه اون رو هر وقت حالم بد بوده گذاشتم نگاه کردم و منو خندونده. ولی ورود آقای ممنوع رو دوست داشتم،
خوب و جلف رو واقعا زمانی که اکران بشه من فکر کنم هر روزی که بتونم میرم و اون فیلم رو میبینم. چون دیشب من موسیقی رو نشنیدم، من فیلم رو دیدم، موسیقی رو متاسفانه نتونستم بشنوم. چون انقدر سکانس های جذاب داشت، من مرتب میخندیدم که کلا دیگه قلم و دفتر غلاف کردم که بشینم و لذت ببرم یک بار از فیلم. توی سالهای اخیر مثلا توفیق اجباری رو من دوست داشتم، کار کرده بودم دیدم و نکنه خودتون کار کردین؟ نه. کمدین محبوبتونم میگین؟ مهران مدیری، رضا عطار. اگر نخواد ربط به مصاحبه من با خندوانه داشته باشه میتونم بگم رامبد جوان. رضا عطاران، مهران مدیری. ای بابا چه سری جاشو نوست شد. آره آره، رضا عطاران، مهران مدیری. میتونم بگم رضا عطاران ولی نمیتونید بگید. نه میگم، نمیخواید بگید، ولی تو همه در واقع تکنیکش رو برای خندوندن مخاطب قبول ندارم. حال هوای جشنواره که همچنان خوب است و یعنی مثل همیشه جشنواره و شور و نشاط دیگه. آره یه جور همیشه خوبه دیگه. آره. میدونی اصلا ده روز زندگیمون میشه یه چیز دیگه. آره. یه جور دیگه دوست دارم این حالو. آره خوش با حالتون، قربونتون برسید به فیلم. پژمان، ما یه کمپین را انداختیم به اسم من هم سوختم. بله. خواهشم اینه که تو هم به این کمپین ملحق شو، به خاطر اینکه این کمپین قراره که یه کارای بزرگ باش بکنیم. چه کاری؟ الان عرض میکنم. ببین سر ماجرای پلاسکو که این اتفاق خیلی ناگوار و دلخراش افتاد، ما یه کمپین را انداختیم من هم سوختم به اسم من هم سوختم که قراره فعلا همه توش جمع بشیم، از طریق 7-8 آدم واردش میشی، اونجا ثبت نام تو انجام میدی و عضو میشی. بعد مثلا 4 موضوع رو طراحی میکنیم. مثلا کمک به نمیدونم استحکام مثلا مدارس کشور، اونجاهایی که اوضاعشون خوب نیست، یا چیزهای مختلف. بعد این 4 رو به معرض رای گیری خود مردم میذاریم، مردم رای میدن که کدومش بشه، اون میشه عمل کرده و هدف این کمپین. خب یعنی فعلا جمع میشیم توش، بعد 4 موضوع رو مطرح میکنیم، مردم هر کدوم رأی بیشتر دادن اون میشه هدف کمپینمون. پس خواهش میکنم تو هم شرکت کن. حتما. متشکرم. اینم بگم که قرعه کشی 7-8 انجام دادیم، برندش معلوم شد. الان اون ماشین خفن قد بلنده که لهجه هم داره، اون ماشین اسمش رو بگیم الان؟ نه. اون ماشین مونده و قرعه کشی همچنان ادامه داره در 7-8 و شما میتونید تراکنش بکنید. تراکنش هم یعنی این دیگه که شما میتونید شارژ بخرید برای موبایل خودتون یا موبایل دیگری، میتونین قبضتون رو پرداخت، قبضهاتون رو پرداخت کنین، جریمتون رو پرداخت کنین، بسته اینترنتی بخرین و از این طریق تراکنش به حساب میاد. تراکنش کنین شانس بهتون داده میشه. این شانس ها توی قرعه کشی نقش مهمی دارن، پس بجنبید. خب عزیز دلم، الان میخواییم با همدیگه مسابقه یه پانتومیم بدیم. یار تو علیه؟ بله. یار من عرفانی. آماده؟ 1-2-3 یا موزون ای آه 1-2-3 دیریم تو فوتباله، علی کریمی علی کریمی 1-2-3 زمین، پله، صحنه، فرش، اولیش فرشه، فرش ماشینی، تمام؟ یا خوب بودی، تبارکالا. 1-2-3 رانندگی، ماشین، ماشینه، اسم ماشینه، ماشین ساخت ایرانه،
ماشین ساخت ایران 206. آقا ما اینا رو نمیدونیم. آقا من اصلا پانتومیم بازی نمی کنم. چی آقا ساده است؟ خیلی ساده است. آماده؟ 1 2 3. استودیو خانه تلویزیون تابلو اه اه اه. تابلو تابلو فرد قابج بیلبورد افتخار یارای رامبو دست بزنیم. همه یارای تو همه من بدارم بله. میتونی بگی آقا بابا عرفان جای من بازی میکنه بفهم. 1 2 3 تو فوتباله دفاع دفاع سرزن سجل حسینی قدیم عبدالعلی چنگیز پاکبور استاد اسدی کامل نگفتینا علی اکبر استاد اسدی 1 2 3 جان غر کرد رفت چرا بی خودی رفتی؟ هر داخل کرد بودشو سوپرمارکت داروخانه داروخانه من شنیدم اوه 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 من هم یعنی میگم فراد مجیدی 1 2 3 موتور سواره دو ترکه آیسا همون تو فراد مجیدی سایت کار بود موتور سواره رفیق همونه کامبیز دیرباز اما یه گروه موتور سواری داریم مثلا منم بهزاد محمدی علی کامبیز یه گروه داریم ما موتورامون مثلا جمعه را میفتیم کامبیز موتورش دوتا باکس گنده بغل دان 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 1 2 3 دیگه نمیگیره رانندگی شمال رانندگی پارکینگ راننده اتوبوس آژانس کامیون دو طبقه اتوبوس دو طبقه تو دیگه نگو اتوبوس دو طبقه ندید آخه به دوره اینا نمیخوره بذار میفهمی بابا کجا دیدی آخه میتونست بگه اتوبوس تو طبقه سبزا یادته قدیما سبزا بود آره ندیدن اینا باشه ولی اتوبوس تو طبقه نمیتونستی بگی چرا میتونستی بگی داروخانه دیدی یارو بس رفت چجوری اتوبوس تو طبقه رو بگه تعطیل کردم 1 2 3 میوه میوه سبزیجات سبزیه سیب زمینی سرخ کرده همین بازمون که میدیم مرسی بابای عرفان با سیب زمینی سرخ کرده معروف شد تمام شد رفت میخوای اینا من اجرا کنم برو تو اجرا کن بینم هر ستا تو هرکی زودتر گفت شما ستا هرکی زودتر گفت یک من اجرا نمی کنم برو دیگه یک دو بابا ارفان یک دو سه اجاغاز چایی قهوه جوش
به انتقال رام برد. تیم ما برد. جان تیم ما برد دیگه. شو بگی آخریه برای چی اجرا کردم؟ من که 4 به 3 می‌شدیم. تعداد شکی نبود. آقای متشکرم. خب مرسی. بازی بدی نبود. آره. شما با خرید لوازم خونگی اسنووا تا سقف 700 هزار تومان، یعنی الان اومدیم تو جشن، الان اومدیم اینجا بود پولم بدیم، ما 78 تومن گفتیم 20 تومن شد. نه جشنواره اسنووا. تو خونتون از اسنووا چیزی داری؟ نه. نه. پژمان واقعا لوازم خانگی اسنووا کارخونه‌شو من رفتم. نه میدونم. از نزدیک شناسمش. درجه یکن. بله. آره آره واقعا درجه. حالا معمولا تو این فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ محصولاتشون رو نشینن. آره 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 با آره. لیمونه خارجیش واقعا مونه میزنن. واقعا عالی ان. آره رقابت آره. جدی میکنن. و اینکه توی این جشنواره که از 15 دی ماه شروع شد تا پایان سالم هستش، اینه که شما وقتی از لوازم خانگی اسنووا خریداری بکنید تا سقف 700 هزار تومان میتونید کارت تخفیف بگیرید. و این خیلی باحاله که این موقعیت از دست ندین. شب عیدم هست دیگه تقریبا. شب عیدم هست. زوجی میخوان برن تعویض بکنن، حالا بعد چند سال میخوان برن خونه جدید، خونه بخت، یا مثلا به قول تو میخوان نونوار کنن، عوض کنن وسایل. نه برای اونایی که تازه میخوان ازدواج کنن اون بدم نیست. چون 700 تومن تخفیف میگیرن، میتونن چیز دیگه بخرن. آره آره. چیا داره؟ من واقعا یخچالشو میدونم. ساید بای ساید یخچال فریزر در سایزها و اندازهای مختلف، اجاق گاز، مایکروویو، هود، چی؟ ماشین لباسشویی، تلویزیون، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تمام لوازم آشپزخونه رو که همه رو کامل داره. عالی. پس برای زوجه جوان خیلی خوبه. خیلی مناسبه. آره. این بچه پلاسکو که خیلی از بچه کار پوشاک میکردن، ولی واقعا فاجعه است. حالا یه بخش لایه رویش شهادت این آتش فشان هاست. نشان ها. من سینوشینم میزنم. بعد چرا پفه شد؟ ولی منظورم این که حالا یه بخش لایه رویش این بود که یه سری از هموطنامون که زحمت میکشتن میخواستن کمک بکنن به بقیه شهید شدن، ولی یه بخش زیریش اینه که 540 واحد پوشاک از بین رفت. و ما تنها کاری که میتونیم بکنیم که شب عید کمک بکنیم به خرید محصولات ایرانی. آره این خیلی واجبه. یعنی ما اگه یه محصول ایرانی باشه برچسب خارجی بزنیم میگیم اون بهتر از اینه، در حالی که اینجوری نیست واقعا. چون من خودم چند تا کار تبلیغاتی توی عرصه پوشاک داشتم، به نظرم میرسه که کفشامون خیلی بهتره، ارزونتره، به صرفه تره، چرم طبیعیه. آره بعدم این همه آدم دارن تو اون صنعت کار میکنن دیگه. بله. خانواده دارن، زن و بچه دارن، بعد اونم مثل ما هم دیگه، چه فرق نمیکنه که. تازه چه قولی بدی که بیرون از اینجا یه کاری بکنی؟ فکر کردم چون بچه قبلش من گفتن. من جمله آره، میدونم. من بی حوصله رفتار کردی با من. یه بار دیگه کات دوباره میگیرم، ببخش. حاضری چی کار بکنی بیرون از اینجا؟ یه نفر تا چند نفر احساس خوشحالی کنن؟ فکر نکردم بهش. روزی من خیلی الان شگفت زده شدم به گفتی. به ناگه. یهو. میشه بریم برگردیم من فکر کنم. بگو. من فکر کردم که چون خودم سیگار رو ترک کردم، آقای مشایخی هم سیگار رو ترک کردم. بریم عیادتشون. آقای مشایخی سیگار رو ترک کردم؟ بله. بابا باریکلا. من و شما. ماشاءالله آقای مشایخی. ماشاءالله. خدا حفظتون کنه خیلی. من و شما بریم یه سر بهشون بزنیم. بریم دیده بازی. من که با کمال میل و عشق. بله حتما. بچه ها هماهنگ کنن. شما یه کاری بکنین نه من. من میخوام شما هم سهیم باشی. بله حتما، میگم با کمال میل و عشق. خب دیگه. ولی شما مسئولیتش با شما بود. باشه من با عشق و کمال. الان چی شد؟ الان من نفهمیدم چی شد؟ چرا شما و من و شما میکنید؟ دور از جون. معذرت میخوام. تو باید یه کاری رو انجام میدادی نه من و تو. آقا حالا من دلم میخواد شما هم سهیم باشید. خیلی ممنونم از این محبتت. واقعا تشکر میکنم. پژمان جونم تشکر میکنم. پشمان از این که منو توی این کار بسیار لذت بخش. نمیخوام خودم تنهایی میدم. اصلا گروتونم نه، خودم با موبایل فیلم میگیرم. نه میام. لبخند باید بزنی. به کی؟ ندیدم یعنی برنامه تو دیدی؟ آره چقدر لوس. آمده ای؟ اولین بار میام تو این برنامه، ندیدم تو خندبانه رو. آمده؟ بخندم به کی باید بخندم؟ بیمزه. آمده؟ چند ثانیه؟ 15 ثانیه؟ 20 ثانیه؟ آماده؟ 1 2 3
20 19 18 17 16 آقا لبخند بزن نکن 17 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سخته خیلی 20 ثانیه خیلی بذار بابا عرفان ببینیم میتونه 20 ثانیه بخنده بابا عرفان 20 ثانیه بابا عرفان بیا بشین بیا بوده بیا بابا دیگه محل کلن دیگه آره با کی بود؟ بابا عرفان به افتخارش 20 ثانیه بابا عرفان 20 ثانیه لبخند آماده 1 2 3 20 19 18 17 16 مغرور شد سریع دیدی؟ این از اونها که یه نقشه یک بازیکن دیگه هیچ چیو تحویل نمیده نه اصلا دیدی؟ از همین الانش رفت تو فیگور دیدی؟ اصلا نباشی از الان اینجوری کرد لبخم بزن بشماری من بابا عرفان 20 19 بعدم دید دیگه داره زایه میشه دیگه بعد دیدی چه بازی بازی آمدی بازیگر از اینکه شما بازیگر از اینکه میگه شما بازیگر نیست اینجوریه شما بازیگر اون بری شد ببر شدم شما بازیگرید به افتخارش عذیتت میکنیم عالی بود بیا ای عکس سلفی با مهمان 24 بود شمارش 24 بودی نه آره ببین خیلی جالب بود که من بالا داشتم میدم 24 شو گفتم شماره هادی نوروزی آها بعد افتاد با اینکه با خودم سلفی بگیره چه عجیب خیلی عالی خب شما رو سعیم نمیکنم بفهم بشینین بشین اینو دیگه سعیم نمیکنم به خدا نمیخواستم بیام سعیم شم فقط میخواستم بلندشم احترام بذارم به ایشون که نه میخواستی بیای وایسی تو عکس نه باور کن قسم بخور قسم میخورم نه آقا با من قرار سلفی بگیری من جایزه ای تو هم عزیزم فقط آتیش دیگه پسره بابا عرفان نمیری تو هم بابا عرفان بیا بیا بابا عرفان فردا میره سوپر میگه آقا پولش بیه بزن به حساب ما اینقدر اعتبار نداریم چاکرین دمت گرم پس شما درد نکن تقدیم به تو خیلی متشکرم مخلصم تو کمپین شرکت کن جان تو کمپین شرکت کن باش حتما توی فصل قبل کتاب گفته های طنزآمیز فرهنگ گفته های طنزآمیز رو من هدیه میدادم به مهمونامون این هم یک کتاب خیلی باحاله کتاب پسکوچه شاه حسینی این رو میخوام تقدیمت بکنم نه بایستا شاه حسینی واسه همین صدا کردم یه خودکار بیاره امضا کنی واسه با کمال میل بچه اینجا دارم خودکار دارم شاه حسینی نه من برات بنویسم؟ بله چشم برای بابای عرفان چی؟ ای جانم آقا من مسخره کرد آتش فشان پژمان رو نوشت پژمام نه درسته آقا نه ببین بعد زد نون نه کن داشتم می نوشتم پژمانم آه دیگه ماله نکشت ماله نکشت عزیز دلم علیرضا فانی بله 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 دوستان بسیار خوب آره عکسایی رو از دریاچه ارومیه گرفته که اینو به صورت یک مجموعه از کار خودش با تعداد محدود برای مهمونای خندوانه چاپ کرده راجع به دریاچه ارومیه است به اسم آبی بود یا آبی بود آبی فقط شما ببینید دریاچه ارومیه چه شکلیه آی وحشت من خیلی سال پیش رفتم مثلا 14 سال پیش رفتم پر آب بود یه روز دریاچه ارومیه یه روز برنامه دورهمی داشتم نگاه میکردم رام بود بگو میشنوم
آره بعد دارم آقای معلم و همسرشون و دوستان دیگه دارم اینو نشون میدم. نگم حرفمو؟ بگو دیگه. بعد خیلی جالب بود که آقای مدیری داشتن راجع به مصرف آب صحبت میکردن. خب. و گفت مرسی متشکرم. و میگفتن که یارو شیلنگ آبو برمیداره یه دونه برگ همچین میزنم اون یک ساعت اون یه دونه برگ رو میخواد بندازه تو جوب باید برش داره بندازش تو سطح آشغال و انقدر ما مصرفمون نادرسته خودمونا میخوایم مسواک بزنیم آبو باز میذاریم در حالی که باید یه لیوان آب بریزیم بذاریم کنار مسواک کنیم بزنیم با همون یه لیوان آب کارمون رو بیفت کاش که یاد بگیریم که به بچه همون حداقل یاد بدیم بله. این هم یکی از عکسای آقای فانیه بله. به خاطر اینکه عکسای در شورومیه خیلی حالتون رو بد نکنه یه ذرم عالی. این عکسا رو ببینید که جای زیبا هنوز در ایران وجود داره و اگر حواستون باشه میتونیم اینا رو حفظ کنیم. آقای عزیز و محترم که چیزی میشه خشک میشه کی خشک میشه والا اینجوری که میریم مثلا دو سال دیگه دو سال دیگه پس من دعوت کنم برنامه خندوانه عکس بیا با بابای عرفان دیگه دو تا داری یکی شو بابا بای عرفان آقا من لوهمون رو تقدیم قربون شم برای بابای عرفان نداری؟ نه نداری؟ من به بابای عرفان به بابای عرفان راحت میشه چشم یکی من به رسم سیمرغ‌های جشنواره تقدیم میکنم نه یکی از کتاب‌های یکی از اون کتاب‌ها رو بیارید تقدیم میکنم به آقای نیکویی بابای عرفان بابای عرفان بفرمایید بابای عرفان تقدیمتون میکنم لوحمونه لطفا یه جای بذار که ببینیش در کنار همه جوایزی که گرفتی بله حتما چش باعث افتخار منه وانفار اینجا نیست ببری ببرم اینو بذار اینجا بریم خداحافظی کنیم تشریف بیارید اینجا بهتره مردم عزیز ایران بلند شین آخه خیلی خوش گذشت خیلی خوش گذشت خوش گذشت خیلی من آدم باحالیم خیلی خیلی باحالم ماشاءالله بهت برای مردم عزیز ایران میخوای آرزو کنی پایان سال آرزو میکنم واقعا دیگه هیچ اتفاق بدی نیفته ما امسال خیلی سال سختی رو گذروندیم میخوام راجبش حرف نزنیم که دیگه انرژی منفی بهشون ندیم که این اتفاق بیفته آخر سال واسه همه مریضا دعا میکنم که ایشالا زودتر خوب بشن برای کسایی که گرفتارن ایشالا گرهشون باز بشه و برای برنامه خندوانه و دلهای شاد شما آرزو میکنم که همیشه شاد شاد بمونه الهی آمین بلند الهی آمین دمت کرد خیلی ممنونم که اومدی قربون شکلت اونا مونده نبرم اونا رو نه نمیری حالا خدافظی میکنی گفتم داشتی بیم نه 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 منم مثل هر شب براتون دعا میکنم که و عرض میکنم که شما خیلی بالین خیلی شما خیلی قشنگی خیلی خدا شما رو خیلی حفظ کنه خیلی مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم و آرزو میکنم که سالم سلامت و همونطور که آرزو و دعایی که پژمان عزیزم کرد من هم تکرار میکنم راضی و پرروزی در کنار خانوادتون باشید مخلصیم رو به اونجا بگو یک دو سه بگیم شاد باشید یک دو سه شاد باشید چیه که میره جلو بازمونه خندوانه اون چیه که همه رو میخندونه خندوانه میبنه از هوش خندت کوش خندوانه هر جا هستیم شبکه نسیم کوش خندوانه کلی آدم زحمت کشیدن و خندوانه ساختن دیدن و که نکنه دلت بگیره خستگیت هم در که همه رو میخندونه خندوانه میبینه
جلو بازمونه خندوانه اون چیه که همه رو میخندونه خندوانه میبره از هوش خندت کوش خندوانه هر جا هستیم شبکه نسیم کوش